بازم اجرا نمیشه. کاش حداقل یه لپتاپ بهتر خرید بودم. شما هم که اینجا این. سلام، من سلمانم و اینجا استدیو بازجوی. امروز میخوام بهتون چند تا لپتاپ معرفی کنم که دیگه به این مشکل نخورید که کد شما هم اجرا نشه. اگه هم اول مسیر راهی که میخوای برنامه نویسی رو یاد بگیری، تا آخرین ویدیو همراه من باش تا بدونی چه مشخصاتی رو برای خریدن یه لپتاپ برنامه نویسی در نظر بگیری. پس تا آخرین ویدیو همراه من باش. آقا زیاد شنیدیم که میگن اونی که برنامه نویسه حتما باید یه لپتاپی رو انتخاب کنه که CPU قوی داشته باشه. میتونم بگم که هم تفکر اشتباهیه هم تفکر درستیه، اما همه که نمیتونیم بریم سراغ CPU خیلی قوی، پس باید یه چیز معقول رو انتخاب کنیم. اگر برنامه نویسی هستید که چند تا برنامه رو همزمان دارید ران میکنید و استفاده میکنید، نیاز دارید به یک CPUی که هسته قوی تری داره. اما اگر با تک برنامه یا دو تا برنامه کار میکنید، نهایتا حالا سه تا برنامه کار میکنید، باید برید سراغ فرکانس بالاتر. پیشنهادی که من میتونم بهتون بدم اینتل سری i5 اصل جدیدش نهایتا باشه و رایزن 5. مورد بعدی که واسه برنامه نویسا خیلی مهمه رمه. اگر برنامه نویس تحت وبی این تیکر رو بیشتر گوش کن. یه لپتوپ رو بچه ها انتخاب کنید که رمش 8 گیگابایتی باشه یا 16 گیگابایتی. معقولش 8 گیگابایتیه ولی ایدئالش 16 گیگابایتیه که خیالتون دیگه راحت باشه. چرا گفتم تحت وب؟ با اونایی که تحت وب کار میکنن بیشتر با مرورگرا سر و کله دارن. این کرومو هم که میشناسید چه بلایی سر رم میاره. آقا خیلی وقته که دوره حافظه های HDD به پایان خودش رسیده. از اونجایی که یه ویندوز 11 با نرم افزار کاربردیش ممکنه 100 گیگ از فضای شما رو بگیره، پیشنهادم اینه که یه SSD 512 انتخاب کنید واسه یه لپتاپتون. اگر هم خیلی پروژه دارید و خیلی سر و کله با دیتا دارید، 1 ترابایت هم دیگه فوق‌العاده ترش میکنه. میرسیم به صفحه نمایش. از اونجایی که ما 99% مواقع داریم صفحه نمایش لپتاپمون رو نگاه میکنیم، حتما باید به چشای خودمونم توجه کنیم. حتما فول اچ‌دی باشه صفحه نمایشتون و نسبتش هم 16:10 باشه. این مات بودن رو هم فراموش نکنید توی صفحه نمایش لپتاپتون. مورد بعدی که من خیلی خودم بهش توجه میکنم کیبورده. لذت تایپ کردن رو از هر برنامه نویسی بگیری انگار مثلا یه شوفر و ماشینش رو ازش گرفتی. بخوام قشنگ ترش کنم اینه که خودم سعی میکنم یه دونه کیبورد جداگونه واسه یه کد نویسیم انتخاب کنم تا این لذت چند برابر شه. یعنی توقع آنچنانی از لپتاپتون نداشته باشین که یه کیبورد فوق‌العاده رو واسه شما در نظر بگیره. اما باید اینو هم بهتون بگم که یه چیز کاملا سلیقه‌ایه، شاید شما با کیبورد لپتاپتون بیشتر حال کنید. مورد بعدی که باید حتما بهش توجه کنید پردازنده گرافیکه. اگر میخوای برنامه نویسی کار کنی، اکثر زبانهای برنامه نویسی نیازی به پردازنده گرافیکی مجزا ندارن. اما اگر یک برنامه نویسی خاصی رو داری کار میکنی که نیاز به گرافیک داری، لپتاپی رو انتخاب کنید که پردازنده گرافیکی مجزا داره. بریم سراغ ابعاد و اندازه واسه شما برنامه نویسا. اگر توی رفت و آمدید باید این نکته رو در نظر بگیرید که هر چقدر کوچیک‌تر باشه هم سبک‌تره هم رفت و آمده آسون‌تری داره. بخوام در مورد باتری هم باهاتون صحبت کنم، نسبت به استفاده و نوع کاربری که شما از لپتاپ دارید به شما شارژ دهی میده. پس خیلی نمیتونیم بگیم که لپتاپ ها هم میتونن به شما همه جا شارژ دهی مطمئنی رو بدن. تا اینجای کار میدونیم که چه لپتاپی رو انتخاب کنیم واسه اینکه برنامه نویسی کار کنیم. توی ادامه ویدیو میخواییم با هم چند تا لپتاپ رو بررسی کنیم که از سایت اینترنتی شهر فوفو به راحتی میتونید خریداریش کنید.
خب بریم سراغ لپتاپ. قبل از اینکه بخوام بهتون لپتاپی رو معرفی کنم، باید بهتون بگم که از این لپتاپ ها ممکنه مشخصات مختلفی رو شما توی بازار ببینید، اما من سعی کردم مدلایی که خودم دوست داشتم رو بهتون معرفی کنم. مورد اول لنوو آیدیاپد تیریه که i5 نسل 11 است، سی پی یوش رم 8 گیگابایتی داره، یه دونه رم 8 میتونید کنارش بذارید، حافظه 512 گیگابایتی داره، صفحه نمایشش فول اچ دی و روشنایی 250 نیتی داره. دومین مورد میشه ایسوس ویوو بوک 15 i7 نسل 11. یک کوچولو میتونم بگم که این لپتاپ قدیمیه ولی کار شما رو خیلی راحت راه میندازه. رم 16 گیگابایتی داره که نمیشه ارتقاش داد و حافظه 512 گیگابایتی اس اس دی و صفحه نمایش فول اچ دی. نکته خوبی هم که این صفحه نمایش داره روکش ماته و جلوگیری میکنه از نور اضافی و بازتاب نور به شما. اما سومین مورد من خیلی دوستش دادم، ایسوس ویوو بوک 16 i7 نسل 12 سری U داره، 8 گیگابایت رم داره، یه 8 هم میتونی کنارش بذاری 16 گیگابایت بشه، SSD 512 اما صفحه نمایش، صفحه نمایش فول اچ دی نسبت 16 به 10 داره و روشنایی 300 نیت، خیلی خوبه. اما میرسیم به مورد آخر، ویوو بوک 15 پرو از شرکت ایسوس i5 نسل 12 اچ داره، یعنی یک کوچولو این پردازنده از اونایی که بهتون گفتم قوی تره، رم 8 گیگابایتی نمیتونید ارتقاش بدید و خیلی تو ذوق زننده است، SSD 512 داره و گرافیک 1650 4GB، یعنی حتی میتونی باهاش بازی کنی، صفحه نمایش فول اچ دی، رفرش ریت 144 هرتزی. دیگه چی میخوای؟ ممنون که تا آخرین ویدیو همراه من بودید، لایک و کامنت و سابسکرایب که اصلا یادتون نره. لینک این 4 تا لپتاپ رو هم واسه تون توی دیسکریپشن قرار دادم. راستی یادتون نره که این لپتاپ ها رو از سایت اینترنتی شهر فوفو میتونید خریداری کنید که تنوع لپتاپیشون بی نهایته، که شما با هر سلیقه و هر ابعادی که بخواید اونجا براتون لپتاپ پیدا میشه. ممنون که تا آخرین ویدیو همراه من بودید، روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.